و نبود رهبری که از همون اولش هم احساس میشد، طی روزهای بعد به مرور دیگه خودش رو نشون داد و حتی با مثلا رهبری آقای موسوی که رهبری که اصلا در صحنه نیست، بیانیه دادن من نمیدونم چه مشکلی رو حل میکنه. من اون روزم عرض کردم خدمت شما، شما یک قدم فاصله داشتی با مصدق شدن، یعنی شما به نظر من آقای موسوی خوشبختترین انسان 30 ساله اخیر ایرانه، حداقل طی این 30 سال اخیر کسی همچین شانسی رو نداشته که بیاد در رأس یک حرکت آزادی خواهی در کشور به این وسعت قرار بگیره، و تاریخ این شانس رو امروز به آقای موسوی داده، هنوز همین شانس رو داره که بیاد جلوی این جمعیت وایسته و مدعی هست ایشون که عدالت از بین رفته، و ایشون هم میدونه که عامل این بی‌عدالتی کیه دیگه، سخنرانی آقای خامنه‌ای رو هم که شنیده، ایشون مشکل رو میدونه، امروز میدونه ملت از چی دارن زجر میکشن. 30 سال ملت داره اینجوری زجر میکشه، 30 سال ملت تحقیر شده، مثل خس و خاشاک با این ملت برخورد کردن 30 ساله، ولی امروز این برگ برنده دست شما بود که بیای جلو وایستی، و چون عامل بی‌عدالتی رو میدونی که پشت این قضیه هست، بیای بگذری از این ولایت، بگذری، چون شما امروز دیگه جزوی از این حکومت نیستی. حالا شما بیا فریاد الله اکبر سر بده، یا حسین میر حسین سر بده، خمینی سر بده، هر چی دلت میخواد بگو، ولی شما متاسفانه یا یادت نیست یا نمیدونی که این آقای خامنه ای بر جای امام علی نشسته، تاکتیک های اون آقا رو بلده. شما بله، شما میگه الله اکبر، شما رو نمیگه کافر، شما رو نمیگه منافق، مجاهدین رو گفت منافق، بعدا همه رو گفت منافق، ولی شما میشی خوارج، و بنده توصیه میکنم شما برو خوارج، داستان خوارج رو بخون، که یک عده، یک قومی که وفادار به این آقا بودن چون در یک جا بیعت نکردن، ببین چه بلای سر اونها آمد. خوارجی امروز شما، چه بخوای چه نخوای، و چه بخوای چه نخوای، دو راه امروز پیش روی شماست جناب آقای موسوی، فقط دو را، یا با ملت وای میستی و قهرمان ملی میشی و مردم به شما افتخار خواهند کرد، حالا قطع نظر از هر چی که پیش بیاد برای شما، شما خودت گفتی من آماده شهادتم، خب الان وقتشه، اگر مایلی، اگر دلت برای این ملت میسوزه، اونهایی که به خاطر رأی شما اومدن وسط و اونهایی که کشته شدن، اگر شما نبودی همچین جریانی هم پیش نمی اومد دیگه، به هر حال اینا اومدن پشت شما، شما عاملی شدی برای اینکه این فریاد آزادی خواهی مردم که 30 سال سرکوب شده بود دوباره بیاد بیرون، ناخواسته اینجوری شده، حالا شاید هیچکی تصور نمی کرد کار به اینجا بکشه، ولی کشیده شد. امروز شما تکلیفتو باید روشن کنی، یک قدم فاصله داری با این مردم، بایستی برای همیشه جاودانه ای، و از شما در مثل فردوسی تقدیر خواهد شد، چون همچین حکومتی توصیفش در شاهنامه هست، ضحاکی باشه خون مردم رو بخوره، وقتی کشته از یک مرده نمیگذرن، وقتی اندام یک مرده رو میبرن، استخوان یک مرده رو میبرن، دیگه ضحاک چیه؟ و همه اینها رو شما شاهد بودی، خودت دیدی و متهم هستی، چه بخوای چی نخوای متهمی، مثلا این اینجاست، یا اینکه همچنان پیغام بده که آقا من این ولایت فقیه را قبول دارم، من خود را پیرو امام خمینی میدانم، من خود را به این نظام وفادار میدانم، و اینجوری حقیر باش، خودت تصمیم بگیر، هنوز هم این فرصت رو داری،
که از قید این ولایتی که امروز خودت دادت در اومده که میگی حق من رو خوردن، حق این ملت رو 30 سال همین ولایت خورده، تحقیر کردن مردم. سخته نه؟ سخته. دادت در اومد. خب یا بگذر یا این ور یا همون ور باش. بینابین نداریم. شما در جای قرار گرفتی امروز که بینابین نداری متاسفانه، ولی شانس بزرگی به شما رو آورده، یعنی جاودانه شدن رو امروز این تاریخ آورده در خونه شما. تصمیم بگیر، هنوز هم وقت داری. به جای اینکه بیای از رأی دفاع بکنی که به نتیجه هم نخواهی رسید، شورای نگهبان رو صدا بکنی، هیئت ویژه درست بکنی، به هیچ جا نخواهی رسید و بعد از اون تحقیرت خواهند کرد هر دو طرف. به جای این کارها بیا به این مردم خدمت کن. شمایی که آماده شهادتی، بیا وسط. این فرصت رو از این مردم نگیر. من هرچی بود گفتم، صادقانه گفتم، چون دلم می سوزه به خاطر اون چی که داره پیش میاد. الان دستم داره می لرزه. من اون هفته نتونستم بیام حرف بزنم. این جریاناتی رو که آدم می بینه جلوی چشت، مردم رو اونجوری مثل گوسفند به سلاخی می کشن، می کشن، می زنن، ماشین مردم رو اونجوری جلوی چشت، خونه های مردم رو حمله می کنن. میاد جلوی چشت وامیسته، نه تنها انکارش میکنه، تکذیبش میکنه، همین کارها رو به خود همین مردم نسبت میده، میگه اینا خودشو میزنن همدیگر رو میکشن، این حکومت دیگه. ولی فقیه هم پشتشه، شکر خدا خودش هم خودشون نشون داد دیگه، علنا اومد آشکار. شما امروز دیگه بخشی از این حکومت نیستی جناب آقای موسوی و جناب اصول اصلاح طلب به طور کلی. خوارجی این وسط، تکلیفت رو باید روشن بکنی. به هر حال من واقعا دارم میگم، من از آینده جریان اصلاح طلبی در ایران میترسم. واقعا این جریان امروز بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفته. یک قدم با خیانت فاصله داره و یک قدم با مردم، با آزادی. باید خودش رو نشون بده اینجا. شمایی که میدونی فتنه زیر سر این ولایت فقیه، من تعجب میکنم کسایی که میان خودش رو نواندیش دینی میدونن. آقای حسن اشکبری که همین جریانات تظاهرات باعث شد، بالاخره من ایشون رو دیدم رو بی بی سی داشت تحلیل میکرد و خیلی هم آدم روشنی به نظر میرسه. بنده مطمئن هستم ایشون جریان خوارج رو خونده و میدونه که این چیزهایی که پیش میاد الگو داره. حتی من یه سوره هم پیدا کردم که اگر امشب وقت شد میام میخونم، که اصلا شما تو اون سوره فقط اصلاح طلب رو بذارید ببینید چی میگه قرآن. و این آقایون روشن فکر دینی یا نواندیش دینی، اینها میدونن سرچشمه چی بوده. اگر نمیدونن، من تعجب میکنم اگر ندونن، چون خیلی روشنه. آقای مهاجرانی داشت حرف میزد و آقای اشکبری، آقای دکتر سروش چقدر روشن داشت حرف میزد. خب اینا رو میدونید، شما که میدونید سرچشمه چه خبره. دیگه حمایت به چه معنای؟ شما چی میخواید؟ چی رو میخواید برسونید؟ خب ملت از دست اینها به سطوح اومده امروز. این صحنه های دلخراش رو شما هم دیدی. هنوز حاضر نشدی با این حکومت، جلوی این حکومت وایستی. این آقایون، این علمای عظما که یه چند تایشون هم اومدن بیانیه دادن، دلشون به حال ملت نسوخته. این آقای موسوی اردبیلی، من امروز خوندم نامشو، اسلام در خطر است، چیه ما در خطر است، نمیدونم
اعتماد ما در خطر است، چی ما در خطر است، این نگران خودشه، همش نگران اسلامشه. آقا بپرسید مردم چرا میمیرن اون وسط.